کاخ سفید از انجام گفتگوهای غیر مستقیم با ایران در وین استقبال کرده و آن را یک گام ابتدایی در مسیری که بالقوه سازنده است می داند. گزارشی از فرهاد پولادی. ایالات متحده از انجام مذاکرات غیر مستقیم با ایران در کنار دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی برای تلاش در جهت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام استقبال کرد. این اقدام نزدیک به 3 سال پس از خروج دولت پرزیدنت ترامپ از توافق اتمی صورت می‌گیرد. این یک گام اولیه خوشایند و بالقوه سازنده است. حتی اگر راه‌های دیپلماتیک پیش رو زمان‌بر باشد، ما تجربه طولانی بودن آن را در سری اول مذاکرات منجر به برجام داریم. ما دید روشنی به موانع پیش رو داریم. چارچوب و موضوعات گفتگوها بر پایه گروه‌های کاری که اتحادیه اروپا با شرکای باقی مانده در برجام شکل می‌دهند، صورت می‌پذیرند. آنها همان اقدامات هسته‌ای هستند که ایران باید برای بازگشت به پیروی از برجام انجام دهد و نیز اقدامات رفع تحریم هاست که از سوی ایالات متحده برای پیروی از برجام باید صورت بگیرد. ما در حال حاضر پیش بینی نمی کنیم که مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و ایران از طریق این روند انجام شود، گرچه مطمئناً برای انجام آنها آماده ایم. پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه گفت ما موافقت کرده ایم که در گفتگوها با شرکای اروپایی، روسی و چینی مان شرکت کنیم تا موارد مربوط به پیروی متقابل از برجام همراه با ایران را شناسایی کنیم. ما معتقدیم که این یک گام مناسب رو به جلوست. نشست روز سه‌شنبه به تلاش اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که پیش از آن دیروز جمعه میزبان یک نشست مجازی با شرکت طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام بود. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که هدف از اجلاس وین روشن کردن تدابیر برداشتن تحریم‌ها و انجام اقدامات هسته‌ای است. از سوی دیگر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند، روز جمعه در توییتی آغاز گفتگوهای مجدد برجام در وین را یک گام مهم عنوان کرد که اگرچه مقدماتی است، اما رویکرد دیپلماتیک سختگیرانه و هوشمند در هماهنگی نزدیک با متحدان اروپایی و شرکای منطقه‌ای می‌تواند بهترین راه برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران و بازگرداندن پیروی کامل به برجام باشد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.